نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسین شیرازی روز سه‌شنبه 13 ربیع الاول سال 1446 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با چگونگی استفاده از واژه مؤمن در قرآن کریم فرمودند: مؤمن در قرآن کریم در دو نوع استعمال شده که گاهی به معنای مسلمان و گاهی به معنای شیعه است. معظم الله با اشاره به آیه 14 سوره حجرات فرمودند: در اینجا قرآن کریم به برخی از افراد تصریح فرموده که شما مؤمن نیستید و بلکه مسلمان هستید. ایشان در ادامه فرمودند: گاهی هم در آیات مکرر قرآن کریم به صورت متعدد استعمال واژه مؤمن در معنای مسلمان است، یعنی مسلمانی که فقط شهادتن میگوید و شهادت ثالثه، یعنی اشهد ان علی ولی الله را قبول ندارد. آیت الله العظمی شیرازی همچنین تصریح فرمودند: قرآن کریم برای همه انسان ها فرستاده شده و منظور از ارسال آن دو چیز بوده است. اول آنکه همگان هدایت شوند و دوم آنکه برای کسانی که قبول نمی کنند اتمام حجت شود. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. می‌بینید برای همه است این قرآن کریم، برای اینکه هدایت تحقق پیدا کنه یا اینکه یکی از دو چیز، یا هدایت تحقق پیدا کنه یا اتمام حجت بشه برای اونایی که قبول نمی‌کنن. منافقین در اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و آله هدایت نشدن اما اتمام حجت براشون شد. یعنی همیشه امر اینجور نیست که الا برای این باشه که طرف الا هدایت بشه. یا هدایت بشه یا اگه هدایت نمیشه، قرآن کریم فرموده لئلا یکون للناس علی الله حجه، روز قیامت کسی نیاد بگه خدا نمیدونستم، به من نرسید، نه اتمام حجت بشه. روایت داره یا ایها الذین آمنوا، آیه قرآن کریم برای کساییه که ولایت قبول دارن. روایت داره مضمونش اینه، هر چی در قرآن یا ایها الذین آمنوا هست برای مؤمنین به ولایت. بله یعنی اتمام حجت برای اونا، خطاب برای ایناست. بله، نه دو تا مسئله است. یه مسئله اعتقاد به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام، یعنی اعتقاد داشته باشه به الوهیت خدای عز و جل و وحدانیتش و نبوت پیغمبر صلی الله علیه و آله و ولایت امیر المؤمنین و بقیه ائمه علیهم السلام. این یه اعتقاد، یه مسئله که اعتقاد. یکی دیگه اشهد ان علی ولی الله تو از اونها اقامه بگه، این گفتنش مستحبه.